اسلام توسط برخی از شخصیت ها در واقع در آغاز تقویت شده این شخصیت ها خب شخصیت های به هستند که سه چهار تاشون شاخصن یکی از اونها امیر علومی علیه السلامه که خب روشنه یکی از اونها از خدیجه کبرا سلام الله علیه هاست یکی از اونها حضرت ابو طالب علیه السلام هست و شخصیت دیگر جناب حمزه سید و شهده است. جالب است بدانید که در بسیاری از روایات نام امیر المانین و نام حمزه و حضرت جعفر گایی کنار هم آمده جعفر ابن عبی طالب و رضا این شخصیت در اوج تنهایی پیامبر به میدان آمد و اسلام آورد و از آن حضرت دفاع کرد شما میبینید در سال دوم به اسد یا ششم یکی از این دو رو گفتن ایشون اون زمانی که ابو جهل پیامبر رو آزار میداد مشرکین پیامبر رو اذیت میکردن یک مرتبه وارد صحنه شد و گفت من ایمان آوردم حقیقتا هم ایمان آورده بود و با تمام وجودش از پیامبر به دفاع پرداخت به همین جهت هم شما در حدود شاید قریب سی تا آیه از آیات قرآن میبینید که مفسرین و حتی روایات نام حمزه رو در زیلش اووردن یعنی میگن این آیه درباره جناب حمزه و امیر المومنین و مثلا عبیده و جعفر و اصحاب پیامبر نام میبرن هست و از همه مهمتر این که این شخصیت یک عزم راسخی داشت در دفاع از اسلام و همین عزم راسخ موجب شد که تا پایان که در نهایت به شهادتش در احد منجر شد هرگز تردید در خودش به خودش راه نداد در دفاع از پیامبر من, من گاهی تشبیه میکنم میگم که حالا در زمان بعدش مثل عبل فضل علیه السلام در دفاع از امیر امام حسین علیه السلام در زمان خودمون یکی از کسایی که میشود در واقع تشبیه کرد در این قصه که با عزم راسخ در دفاع از ولایت ایستاد شهید سلیمانی عزیزمون بود لذا جناب حمزه واقعا با تمام وجودش در دفاع از اسلام ایستاد و در نهایت هم با شهادت مهر تعیید زد پایان